به پادکست خبری فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد گوش میکنید. امروز شنبه 3 خرداد 1399 خورشیدی برابر با 23 ماه می 2020 میلادی. مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادها در هفته‌ای که گذشت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه 2 خرداد با شناسایی 2311 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته آمار رسمی مبتلایان در کل کشور رو 131652 نفر اعلام کرد. طی 24 ساعت گذشته 51 نفر نیز به شمار قربانیان کرونا در کشور اضافه شد و آمار رسمی جان باختگان به 7300 نفر در کشور رسید. در این میان رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده در مقابله با کرونا پیشرفت‌های خوبی داشتند و به مرز مهار این بیماری نزدیک شدند و این در حالی است که وضعیت در 10 استان از جمله خوزستان نگران کننده اعلام شد. نماینده وزیر بهداشت در این استان از خستگی و فرسودگی کادر درمان بعد از ماه‌ها مبارزه با کرونا حرف زده. بعضی از پزشکان هم میگن ظرفیت بیمارستان‌ها رو به تکمیل هست، یعنی آمار رسمی هم از افزایش شمار مبتلایان حکایت میکنه. در چند روز اخیر دست کم 12 تجمع اعتراضی در استان‌های مختلف ایران برگزار شده که در اون کارمندان، کارگران، رانندگان، کشاورزان، بازنشستگان و کارگران اخراجی نسبت به عدم تحقق مطالباتشون و همچنین فساد شدید اقتصادی موجود در دستگاه‌های مختلف اعتراض کردند. کارمندان و کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه 29 اردیبهشت مقابل در مسجد بلال در محوطه این سازمان در تهران تجمع اعتراضی داشتند. این تجمع در اعتراض به فساد، دزدی مدیران و با هدف رفع تبعیض، پرداخت حقوق موبقه و افزایش حقوق کارکنان بر اساس نرخ تورم است. در هفته‌ای که گذشت تجمع خانواده زندانیان شیبان اهواز در اعتراض به بیخبری از وضع اونها رو داشتیم که پس از اعتراض زندانیان شیبان اهواز در روز 12 فروردین نیروهای وزارت اطلاعات تعدادی از زندانیان از این زندان رو به مکان نامعلومی منتقل کردند. پس از این اعتراضات همچنین برای 75 نفر از زندانیان بند 5 زندان شیبان پرونده تشکیل شده و از اونها خواستن که غرامت اموال تخریب شده در زندان شیبان بر اثر آتش سوزی رو پرداخت کنند. عفو بین‌الملل روز 11 اردیبهشت در نامه به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در ایران، خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت تعداد زیادی از زندانیان عرب اهوازی در بند 5 زندان شیبان شد. در این نامه سرگشاده آمده بود که این زندانیان در جریان سرکوب اعتراضات روز 12 فروردین به شیوع ویروس کرونا در زندان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و جرح و اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند و مصدوم شدند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای درباره احتمال اعدام مخفیانه 4 زندانی در خوزستان و آذربایجان غربی ابراز نگرانی کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست که بدون درنگ وضعیت اونها رو اعلام کنه. در این بیانیه اعلام شده که امتناع مقامات از ارائه اطلاعات به خانواده‌های این 4 زندانی به نگرانی‌ها در مورد شکنجه یا اعدام مخفیانه اونها دامن زده. حسین سیلابی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان از 12 فروردین 99 از زندان شیبان اهواز و هدایت عبدالله پور از 20 اردیبهشت 99 از زندان ارومیه به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که این 4 نفر در پی محاکمات به شدت ناعادلانه و با وجود درمیان بودن ادعاهای جدی شکنجه که هرگز در مورد اونها تحقیق نشده به اعدام محکوم شدند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در گزارش به شرح برخی از فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران و همچنین موارد نقض حقوق معترضان سیاسی در خارج از کشور پرداخته و عنوان کرد که رژیم جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدنش در سال 1979 درگیر قتل، توطئه‌های تروریستی، انجام حملات تروریستی در 40 کشور جهان بوده. مقامات بلندپایه ایران اعلام کردند که ایران پیگیر و ناظر بر معترضین در سایر کشورهاست تا اونها رو سرکوب کرده و ضربه محکمی به اونها وارد کنه. کارزار جهانی ترور ایران رو در 360 قتل تروریستی در سایر کشورها و همچنین حملات بمب‌گذاری که به کشته شدن یا مصدومیت دائمی صدها نفر انجامیده رو شامل میشه. ایران این ترورها و سایل حملات رو از طریق نیروهای قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و همچنین وزارت اطلاعات و امنیت انجام داده و از اشخاص سوم و همچنین از نیروهای نیابتی همچون حزب‌الله
استفاده کرده. در این بیانیه اشاره کرده همونطوری که مدارک مختلف از جمله دستور بازداشت‌ها، تحقیقات قضایی و پلیسی، خبرهای سرویس‌های اطلاعاتی و اظهارات شاهدان نشان میده، کادر دیپلماتیک ایران بارها در عملیات ترور در خارج از کشور مشارکت داشتند. از اونجایی که حساسیت‌ها نسبت به تروریست‌های ایرانی که در لباس دیپلمات‌ها فعالیت می‌کنند زیاد شده، ایران تمایل داره در توطئه‌های تروریستی خودش در خارج از کشور از باندهای خلافکار و قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین سایر اشخاص ثالث استفاده کنه، که حتی در حالی که کادر دیپلماتیک اونها در هنگام رصد قربانیان حمله های خودشون و با ارائه مهمات یا فرار از صحنه جرم دستگیر شدن، ایران همچنان در مورد نقش خودش در قتل‌های خارج از کشور دروغ میگه. سیاست شلیک به قصد کشتن، پنهانکاری جمهوری اسلامی 6 ماه بعد از کشتار معترضان آبان 98. پس از اون که دولت افزایش قیمت سوخت رو اعلام کرد، تظاهرات سراسری از 24 آبان ماه آغاز شد. در این مدت که تا 28 آبان ماه طول کشیده بود، مقامات ایرانی هزاران نفر رو دستگیر کردند که بسیاری از اونها مفقود شدند یا مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند و یا در دادگاه‌های غیر عادلانه محاکمه شدند. نیروهای امنیتی ایران به کشتار قربانیان در 37 شهر در 8 استان در سراسر کشور اقدام کردند که این واقعیت ماهیت گسترده بودن سرکوب رو نشان میده. محله‌های فقیرنشین حومه تهران با 163 قربانی بیشترین تعداد کشته شدگان رو به ثبت رسونده. استان‌های خوزستان و کرمانشاه که اقلیت‌ها در اون زندگی می‌کنن به ترتیب با 57 کشته و 30 کشته قربانیان زیادی رو به خودشون اختصاص دادن. طبق گزارشات عفو بین‌الملل در مورد 304 نفر از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 اطلاعات دقیقی جمع‌آوری شده که مکان و شرایط مرگ و زمان دقیق یا تقریبی اونها رو هم نشون میده. این قربانیان شامل 10 زن، 236 مرد، 23 کودک میشه. جنسیت 35 نفر دیگر هنوز مشخص نشده. در 239 مورد اسامی کشته شدگان مشخص. طبق اطلاعاتی که از سوی عفو بین‌الملل گردآوری شده، به جز در 4 مورد نیروهای امنیتی ایران از جمله سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و پلیس همه قربانیان رو با گلوله کشتند. گلوله ها رو به سر یا به بالاتنه اصابت کرده و این نشان میده که تیراندازی ها با هدف کشتن صورت گرفته. از 4 نفر دیگر 2 نفرشون بر اثر ضربه شدیدی که از سوی نیروهای امنیتی به سرشون وارد شده جان خودشون را از دست دادن و 2 مورد دیگر در اثر خفگی با گاز اشک‌آور کشته شدن. اما چرا جمهوری اسلامی و مقامات رسمی اون تاکنون هیچ آمار رسمی از تعداد کشته شدگان و بازداشت شده های اعتراضات آبان ارائه نداده؟ در فقدان اعلام آمار رسمی کشته شدگان از سوی حکومت ایران، سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های خارج از ایران بر اساس منابع مختلف آمارهای متفاوتی را ارائه کردند. سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خودش به تاریخ 25 آذر در سال 98 تعداد کشته شدگان آبان ماه را بر اساس منابع معتبر تا این لحظه بیش از 304 نفر اعلام کرده. سازمان حقوق بشر ایران در تاریخ 30 آذر 98 طی یک گزارش تحقیقی کشته شدن دست کم 324 نفر در جریان اعتراضات آبان 98 رو تایید کرده که بر اساس گزارش همین سازمان حدود 10,000 نفر از معترضان بازداشت و یا تحت پیگرد قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز هم در گزارش اختصاصی که در تاریخ 20 دسامبر یعنی 2 دی ماه منتشر شده بود، به نقل از چند منبع آگاه در وزارت کشور که نامی از اونها برده نشده، از کشته شدن بیش از 1500 نفر در جریان اعتراضات آبان 98 خبر دادند. همه این آمارها در حالی منتشر میشه که همچنان حکومت جمهوری اسلامی در قبال اعلام آمار کشته شده ها سکوت اختیار کرده. سازمان و نهادهای دولتی در ایران از ارائه آمارها شانه خالی می‌کنند و مدام انتشار این آمار را به نهاد دیگری ارجاع می‌دهند و دیگری را مسئول ارائه این آمار معرفی می‌کنند. این اولین بار نیست که حکومت جمهوری اسلامی از اعلام آمار کشته شدگان اعتراضات سر باز می‌زنه. 2 اعتراضات مردمی پیش از آبان ماه 98 یعنی دی ماه 96 و اعتراضات سال 88 از جمله همین موارد هستند
و تاکنون به صورت رسمی هیچ آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان و بازداشت شده های این اعتراضات منتشر نشده. حکومت در عوض همه آمارهایی که توسط سازمان های حقوق بشری و یا رسانه خارج از ایران منتشر شده را تکذیب کرده. اکنون پرسش اینجاست. طبق قوانین موجود در جمهوری اسلامی چه نهادی مسئولیت و صلاحیت اعلام آمار کشته شدگان رو بر عهده داره؟ چرا تاکنون از ارائه این آمار خودداری کردند و هدف از اون چیه؟ آیا بر طبق قوانین داخلی و بین‌المللی موجود جمهوری اسلامی ایران امکان سرباز زدن از اعلام نکردن آمار کشته شدگان رو داره؟ چه اهرم فشاری از لحاظ قانونی و مدنی برای مجاب کردن مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی جهت اعلام دقیق این آمار وجود دارد؟